دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه 20 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و برابر با 30 دی ماه 1394. بسیار خوشحالم که آقای آریان پور لطف کردند و باز تشریف آوردن اینجا تا با ما باشند و درباره صحبت‌هایی که قبلا هم داشتیم نظر بدن و تجربیات خودشون، فعالیت‌هایی که کردن، برای من و شما بازگو کنن. دوستانی هم ایراد گرفتن، گله کردن، خیلی ها هم از ایشون تشکر کردن. من اونها رو معمولا برای آقای آریان پور میفرستم تا اگر مایل باشن نظر بدن. اجازه بدید من با اجازه شما فقط در یه مورد که یه نفر گفته بود مگه این آقای آریان پور اونجا بوده که میگه 2 دقیقه یا چند دقیقه بیشتر طول نکشید. خب دوست عزیز، وقتی شما یه چیزی رو از یه کتابی نقل قول میکنید، اون نویسنده‌ای که نوشته شما اون رو منتقل میکنید. حالا اگه اون نویسنده نوشته فقط چند دقیقه طول کشید، آقای آریان پور هم اونو گفتن. ضمن اینکه باز از شما ممنونیم، ممنون از اینکه اینقدر تیزبین هستید و به اصطلاح نکته شناس و نکته شکاف که صحبت میکنید. دوستان دیگه هم اگر نظری دارید، اگر صحبتهایی ایشون میکنن که شما مخالفش هستید، مخصوصا اونی که موافقه خب موافقه، اونی که مخالف هست حتما تماس بگیرید، مهمان برنامه ما باشید. حتی وقتی که آقای آریان پور اینجا حضور دارن شما تماس بگیرید، از قبل ردیف کنیم، باهاتون تماس بگیریم و با هم صحبت کنیم. ولی امروز صحبتهایی که میکنیم درباره مشکل سرزمین فلسطین و پیشنهادی است که ایشون در مورد رفع این اختلاف در 7 دهه گذشته، بعد موضوع مشکل کمبود آب در ایران، پس از اون چگونه میتوان کشور ایران را به سوی صنعتی شدن و خودکفایی صنعتی را به اصطلاح روانه نمود و راهنمایی کرد. چهارمین این که همراه با صنعتی کردن محیط چگونه میتوان اهالی روستاها را باسواد کرد و با آنها امکان داد تا دانش خود را در امور مختلف مربوط به خود بالا ببرند. پنجم درباره ارتش آینده ایران و 8 تا تاپیک هست که اگر بتونیم در مورد همش صحبت کنیم. ولی اول درباره ماجرای فلسطین و اسرائیل، و شما بارها گفتید، من حتی اون مقاله رو خوندم، با منم صحبت کردیم قبلا، که صرفاً به این دلیل که در این مورد صحبت میکنید شما طرفدار فلسطین نیستید یا به اصطلاح مشکلی با اسرائیل ندارید، ولی الان کل اون منطقه به هم ریخته شده و همون 70 سال که شما میگید این جنگ و دعوا ادامه داره، شما میگید شاید شما بتونید به اصطلاح کارساز باشید، راهنمایی کنید، از راهنمایی شما استفاده کنن، یه سرانجامی پیدا کنن. ببخشید که طولانی شد، بهتون خوش آمد میگم، سلام میکنم به شما، ممنونم که شما میایین و این کار رو انجام میدید. به دیگرانم پیشنهاد میکنم که تا هستند بیان و این عمل رو انجام بدن، از خودشون، از به اصطلاح تجربیاتشون صحبت کنن. ضمناً یه خبر خوب آقای آریان پور به من دادن، من گاهی وقتا یادم میره که بپرسم این رو اجازه دارم به دیگران هم بگم یا خودشون شاید بخوان در رابطه با اون کاری که دارن انجام میدن اینها رو به صورت یک فایل و فولدر دیجیتال یک جایی قرار میدن که هم زحمت خودشون کمتر باشه، هم شما دوستان بیشتر بتونید باهاش اون در تماس باشید. بفرمایید آقای آریان پور، بگید که این شرایط فلسطین و اسرائیل چگونه است و شما چه پیشنهاد دارید؟ من عرض سلام خدمت بینندگان گرامی و تشکر از آقای پارسا سربی که این فرصت رو به من مرحمت کردن که بتونم مطالبی رو هرچند مختصر به عرضتون برسونم. در مورد اون 2 دقیقه‌ای که پادشاه ایران میرن خدمت چرچیل و روزولت، خواستم چند کلمه بگم. رفتن پادشاه ایران و بی احترامی که این 2 مقام، چه چرچیل چه روزولت و اعلیحضرت پادشاه ایران کردند در طول حیات محمد رضا شاه
به صورت عقده در ایشون باقی مانده بود، به صورت عقده کوچکی در گلوی ایشان، و روز به روز این گلوله‌ای که در گلوی ایشون بود بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر می‌شد، تا در سالهای 50 وقتی ایران به مرحله رسید که تقریبا مورد احترام کشورهای جهان قرار گرفت، اعلیحضرت شروع کردند این عقده را به بیرون پرتاب کردند و به طرق مختلف مطالبی که واقعا در خور شأن یک پادشاه نبود نسبت به غربی ها مخصوصا انگلیس بیان کردند. درخواست میکنم برید صحبت های اعلی حضرت رو در سال 50 تا 55 مطالعه بفرمایید و ببینید چگونه ایشون میخواست این عقده رو به طریقی خالی کنه و به اونها نشون بده که شماها تنها ابرقدرت های این جهان نیستید، و این نشون میده که اون ملاقات چند دقیقه‌ای چه لطمه‌ای به روحیه پادشاه ایران وارد کرده بود که در سالهای 50 به بعد اون روحیه باعث شد که اشتباهات ایشان روز به روز بیشتر بشه. در اینجا من این مطلب رو خاتمه میدم. صحبت اختلاف اسرائیل با فلسطینی ها، این مطلبی است که حداقل 70 سال گذشته در جریان بوده. اسرائیل جایی که وارد بشه محال اونجا رو تخلیه بکنه، روز به روز سعی میکنه که سرزمین های بیشتری رو برخلاف اصولی که سازمان ملل تهیه کرده به دست بیاره. مطمئن باشید تا جای مرگ، تا مرحله مرگش از این برنامه‌ای که داره دفاع خواهد کرد، و تا الانم در این 67 سال گذشته نشون داده که از این راه دوری نخواهد کرد. بنابراین به هیچ عنوانی نباید فکر کرد که اسرائیل اون سرزمین فلسطین رو تخلیه خواهد کرد، بلکه باید راه حلی پیدا کرد که اسرائیل ادعای تمام فلسطین یا سوریه بزرگ رو در سر نداشته باشه، و من اطمینان دارم چنین برنامه اینها در سر دارن، میخوان تمام سوریه بزرگ رو تحت نفوذ خودشون در بیارن، و تا به حالم هممون شاهد بودیم که به تدریج این عمل را انجام داده و هنوز هم ادامه میده. من به عنوان یک انسان، نه طرفداری از فلسطینی و نه طرفداری از اسرائیلی، بلکه به عنوان منطقه‌ای که باعث شده همه خاورمیانه در این 70 سال گذشته به هم ریخته شود و این همه هزینه تسلیحاتی که این کشورها برای ظاهراً دفاع از خودشون، کدوم دفاع؟ دفاعی که دائما شکست می‌خورن، عرب‌ها، عرب زبان‌ها، مسلمان‌ها، و قادر نیستن در مقابل 4 میلیون یهودی ایستادگی کنن. آیا سیاهی لشکر می‌تونه پیروز بشه؟ در 70 سال گذشته ما دیدیم که مطلقا نمیتونه همچین کاری کنه، و 4-5 میلیون یهودی توانستند بر 120 میلیون مسلمان و کشورهای مختلف در تعداد فراوانی جنگ پیروز بشن. خب وقتی ما نتیجه رو میبینیم، پس آیا بهتر نیست به دنبال راه حل مسالمت آمیز بگردیم؟ به جای جنگ و تسلیحات بیشتر
و پولی که نداریم صرف اسلحه کنیم به جایی که به آرامش و آسایش و رفاه و روحیه ملت کشورهای خودمون بپردازیم، صرف سلاحی میکنیم که نمیتونیم ازش استفاده کنیم، در صورت که یهودی ها با اون اسلحه های قدیمیشون در سالهای اولی که اون سرزمین رو به دست آوردن چی داشتن؟ نه موشک داشتن، نه تانک داشتن، نه هواپیما داشتن، ولی در عمل دیدیم با جان و دل از اون سرزمین دفاع کردن و دشمنان خودشونو یعنی عرب و مسلمانان رو شکست داد. خب ما باید یه راه حل پیدا کنیم. این ستیز و درگیری و اختلاف تا کی ادامه پیدا کنه؟ یه جایی باید این قطع بشه. پیشنهادی که من کردم، ببینید در سال 1921 پس از پایان جنگ اول بین الملل، دو کشور جهانخوار یعنی انگلیس و فرانسه نشستند و خاورمیانه را تقسیم کردند. خاورمیانه‌ای که بیشترین سرزمینش در اختیار حکومت عثمانی قرار داشت. چون عثمانی شکست خورد، اینا اومدن تمام اون مناطق رو گرفتن، کشورهای مثل سوریه، لبنان، اردن، عراق و غیره رو درش به وجود آوردن. فردی به نام هاشمی رو که در بخشی از عربستان سعودی ادعای بخشی از اون سرزمین بیاب و علف میکرد، بلندش میکنن، از عربستان میارنش، 3/4 سرزمین فلسطین رو به فردی به نام هاشمی میدن که بعدن میشه اردن هاشمی. ملتی که اونجا بودن همشون فلسطینی بودن، الان خودشونو اردنی میدونن. خب اگر شما میتونید یک فردی رو بیارید، یک کشوری رو، سرزمینی رو بهش بدید و یک کشوری که وجود خارجی نداره به نام اردن هاشمی به وجود بیارید، خب بیاید این اردن هاشمی رو اسمشو بردارید بذارید فلسطین. شاه اونجا رو هر کس هست تأمینش کنید، ببریدش در مرکز اروپا، در بهترین نقاط نزدیک فاحش خونه ها ببخشید، قمار خونه ها و غیره، با پولی که بهش بدید بگید مثل تمام عمرت اونجا تفریح کن و خوش بگذرون. کینگ عبدالله سلام. و رأی بدن بین فلسطینی ها، بین خودشون فردی رو به صورت جمهوری یا پادشاهی یا هرچی. غرب در این کار تجربه داره، بارها کشورهایی رو در منطقه خاورمیانه به وجود آورده. همین چند سال پیش شیخ نشونهای یک وجبی رو تبدیل به سلطنت کرده، تبدیل به سلطان کرده، تبدیل به شاهنشاه کرده. خب اگر اون کارو میتونید بکنید، این کارو چرا نمیکنید؟ بیاید اسم اونجا رو بذارید فلسطین، مردم فلسطین رو وادارید خودشون چه کسی رو در رأس کشورشون قرار بدن و برن. همونطور که دفعه قبلم عرض کردم، اورشلیم یا بیت المقدس رو بیاید مثل واتیکانش بکنیم، یک مرکز دینی متعلق به هر سه دین ابراهیمی، مسلمان، مسیحی و یهودی. هر سال یکی از این دین‌ها در رأس به عنوان میر یا شهردار انتخاب بشه، اونجا رو کنترل کنه و عین واتیکان مورد احترام همه ملل جهان قرار بگیره و جنگ و دعوا تموم بشه. یه منبع درآمد بزرگی هم میشه برای تمام این، کاملاً کاملاً، برای زیارت و به جای اینکه اسرائیل و دیگر کشورهای اطرافش اون پولی رو که ندارن یا گدایی میکنن از امریکا یا
یا از عربستان و غیره صرف خرید سلاح بکنن، اینو بیان خرج رفاه و روحیه و بهبود وضع آسایش مردم کنن و به اسرائیلی همونقدر احترام بذارن به عنوان یک بشر که به یک مسلمان میذارن، با این اختلاف که اسرائیلی تابع اصول و قانون، عرب ها تابع هیچ نیستن. این پیشنهاد من بود، نه طرفداری از اسرائیل، نه طرفداری از فلسطینی و نه طرفداری از ملل دیگر. در این مورد من دارم یک پیجی برای خودم به وجود میارم که بیشتر نوشته ها، صحبت ها، مصاحبه ها، ویدیو ها ما در اون بذارم، که بیش از این من مزاحم آقای پارسا سربی نشم. اشخاصی که علاقه مندن مستقیم برن اونجا مطلب مورد نظرشون رو بردارن، هر کاری میخوان باش انجام بدن، نمیخوان حتی اسم منم به عنوان سورس یا منبع اصلی بکار برن. هدف این نیست، هدف اینه که ما بتوانیم برای این جهانی که در زندگی میکنیم یک کار مثبتی انجام داد. بسیار ممنونم. این اون خبری بود که بهتون گفتم، ایشون یک سایت یا یک بلاگی رو دارن درست میکنن، درست کردن، دارن روش کار میکنن که کامل بشه. و جالبه، باز این بعضیا که چیزایی رو که شما مینویسید میگن اقتباس هست، آقای آریان پور تا حالا چندین بار توضیح دادن، گفتن ای کاش که همین اقتباس رو بیاین انجام بدیم، همین کپی کردن رو بیاین انجام بدیم، همین نوشته های دیگران رو خوندن و چاپ کردن و پخش کردن و عمل کردن و بهش بیایم انجام بدیم، موفق میشیم. لازم نیست که من برم یه چیزی رو اینجا، آمریکایی‌ها میگن قرار نیست ما بریم چرخ رو از اول اختراع کنیم، این چرخی که هست و این باری که هست بیایم این بار رو بذاریم روی این چرخ رو به مقصد برسونیم. ممنونم از شما. لطف کنید در رابطه با کمبود آب، و جالبه اونایی که در آمریکا هستن یا اخبار آمریکا رو دنبال میکنن، مخصوصا در چند هفته گذشته شاهد هستن که ایالت میشیگان این فرماندارش گویا میدونسته که این مسئله غیر بهداشتی بودن، که هیچ مضر بودن و زیان آور بودن این آب، بله، آب آشامیدنی اون منطقه بوده، و اینها فقط به خاطر پول که بتونن پول بیشتری به اصطلاح در بیارن یا پول کمتری هزینه کنن، سلامتی مردم رو در اون منطقه به خطر انداختن. و فکر میکنم به زودی ایشون مجبور بشه استعفا بده، اگر خوش شانس باشه ممکنه کارش به زندان و دادگاه نکشه. برگردیم به این ماجرای ایران، چرا توی ایران کمبود آب هست کلن؟ من یه بررسی هایی کردم، البته من متخصص آب نیستم، ولی این روزها هر فردی میتونه بدون رفتن به دانشگاه یا مطالعه خارج از منزلش به خودش رو تبدیل به یک دانشمند بکنه. من هیچ وقت ادعای دانشمندی نمی کنم و مطمئنم تا روزی که زنده ام میتونم هر روز یه چیز تازه یاد بگیرم. پس من هیچ وقت فارغ التحصیل نخواهم بود. این کلمه‌ایه که در ایران ما وجود داره، مشابه اینو من هر جا نگاه کردم وجود نداره، کلمه‌ای به نام فارغ التحصیل. به هر حال موضوع آب یه مشکل، شما میدونید که سطح سرزمین ایران بالغ بر 1,400,000 کیلومتر مربعه. میزان میانگین بارانی که در سطح ایران در سال میریزه 26 سانتی متر، در حالی که میانگین این باران در سطح جهان 89 سانتی متر. یعنی ما کمتر از یک سوم بارانی که در سطح دنیا میاد البته در جاهای مثل رشت
180 سانتی متر در سال بارون میاد، در جاهایی هم مثل کویر لوت نیم سانتی متر هم در سال بارون نمیاد. مناطق مختلفی داریم که بارانش خوبه، خیلی از مناطق سرزمین ما بی بارانه. میزان باران و برفی که در سال در ایران ریزش میکنه بالغ بر 400 میلیارد متر مکعبه، یعنی اینکه 26 سانتی متر رو ضرب در مساحت کل زمین بکنی و این نشون میده 400 میلیارد متر مکعبه. از این 400 میلیارد متر مکعب فقط 9% به زمین فرو میره به علت گرمای بیش از حد سرزمین ما، خشکی هوا و مقدار بارون که همیشه کمه. تا این بارون ریزش میکنه شروع میکنه به تبخیر شدن، فرصتی که به زمین فرو بره وجود نداره. حالا اگر ما به طریقی بتونیم این 9% بارانی که به زمین فرو میره و به آبهای زیر زمینیمون اضافه میشه اضافه کنیم، خواهیم و برسونیم اینو به 20%، خواهیم توانست میزان آبهای زیرزمینیمون که در سالهای گذشته به تدریج پایین و پایین و پایین تر رفته به تدریج بالا بیاریم. راهش بسیار آسانه. ما اگر بیایم با توجه به مسیر آب که از کوه‌ها و تپه‌ها در هنگام باران یا هنگامی که برف شروع به آب شدن میکنه جریان پیدا میکنه، بیایم در جای جای مختلف سد خاکی بزنیم که به جای اینکه این آب روانه بشه و بره، هرچی سطح آب بیشتر بشه میزان تبخیر بالاتر میره. اگر ما بیایم این آب رو با زدن سد خاکی در جاهای مختلف در یه جا جمع کنیم، اولین کاری که کردیم سطح آب رو کم کردیم. سطح آب که کم بشه تبخیر کم بشه. سطح آب که زیاد شد فرصت داره به زمین فرو بره. در نتیجه ما خواهیم توانست در صورتی که هزاران بلکه 1,000,000 سد خاکی در سرتاسر ایران بزنیم، این آب زیر زمینی ما زیادتر خواهد. یعنی هم آب رو کنترل میکنین هم آب ذخیره زیرزمینی رو زیاد. این یه خاصیت دیگه داره، آب که در این مسیر حرکت میکنه یه مقداری از خاک بالا یعنی تاپ سویل یعنی بهترین بخشی از خاک با خودش میاره پشت این سطح ها نگه میداره. ما میتونیم در اونجا بهترین محصول رو بکاریم، خاک مناسب، آب مناسب، و بنابراین میتونیم کمک به بالا بردن تولید کشاورزیمون بکنیم. از همه مهمتر، ما در گذشته دور قنات داشتیم، می اومدیم در جاهایی که آب مناسب بود، آب زیرزمینی بالا بود، چاهایی می زدیم و در ارتفاع البته و در فواصل بین 100 تا 80 70 متر چاهای دیگه می زدیم. این چاها را از زیر به هم ربط می دادیم، به چاه مادر وصل می کردیم، 10-15-20 کیلومتر می رفتیم تا کم کم این آب به سطح زمین می رسید. البته این قنات ها کلی به کشور بی آب ما کمک کرد، کشاورزی ما رو بهبود حاصل کرد، ولی به تدریج این آب زیر زمینی پایین تر و پایین تر رفته. خیلی از قنات هامون خوش شده. قنات یک عیب دیگه داره، در زمستان و پاییز که ما نیاز به آب نداریم این قنات باز آبش در جریان از اون ور هدر میره، تبخیر میشه. یعنی ما در چند ماه 5-6 ماه از سال آبی رو که نداریم دوباره به فضا میدیم. خب الان با پیشرفت علم دیگه لازم نیست ما قنات بکنیم،
در چاه مادر اگر پمپ برقی نصب کنیم و این پمپ برق مورد نیاز شو از انرژی خورشیدی بگیره، که خوشبختانه کشور ایران تعداد روزهای آفتابیش بسیار بالاست، گرمای هوا بسیار خوبه و میتونه انرژی لازم رو برای راه انداختن این پمپ ها به ما بده. خاصیت این پمپ برقی چیه؟ ما هر وقت آب میخواییم سویچ رو میزنیم، هر وقت آب نمیخواییم نگهش میداریم یا تنظیمش میکنیم آب کمتری بفرستیم. دوم، به جایی که آب رو از روی زمین بفرستیم یا از داخل قنات بفرستیم، اینو داخل لوله کنیم. ساختن لوله در ایران باید انجام شه، پس کار به وجود میاره. نصب این لوله نیاز به کارگر داره، بله. پس کار به وجود میاره. ضمن این که این آب در حین حرکت دیگه تبخیر نمیشه، آب سالم رو ما توی لوله میکنیم، به دهات مختلف خودمون میبریم و اونجا خب داخل مخزن میکنیم یا هر کاری میکنیم. اون مطلبیه که باید متخصصین بینشینن راجبش فکر کن. به این طریق ما میتونیم کلی صرفه‌جویی در مصرف آبمون کنیم و آبمون تابع ما باشه، کنترل آبمون، نه ما تابع آب باشیم. این یه چیزیه، من نمیگم، عقل من فقط به این فکر افتاده، امیدوارم هزاران نفر چنین فکری کردن، ولی ما باید بنشینیم تکمیلش کنیم این طرحو، بررسی های مختلف بکنیم و به طریقی راه اجرایی اینو، راه اجرایی که من فکر کردم ما بزرگترین نیروی انسانی رو این رژیم منحوس جمهوری اسلامی برامون تهیه کرده، بسیج برای تخریب ساخته شده، ولی یادتون نره یه نیروی منضبطه. ما کسی میخواهیم که به حرف گوش بده، اطاعت کنه، خود به خود کار نکنه. این نیرو رو ما داریم، ولی در راه خرابی، در راه ضربه زدن، در راه ناراضی کردن. خب بیایم ما این بسیج رو به جایی که از الان شمشیرمون رو از رو ببندیم و بگیم پدر اینها رو در میاریم، یکیشون رو زنده نمیذاریم، نه خیر، ما همه اینها رو زنده نگر میداریم، تعلیم و تربیتشون میدیم. به جای خرابکاری ما اینها رو تبدیل میکنیم به افراد سازنده، ولی بهترین زندگی رو براشون تامین میکنیم، امکانات فراوان بهشون میدیم، بهشون شخصیت میدیم و از اونها میخواهیم برای ساختن کشورشون کمک کنن. تهدید رو ما میذاریم کنار، به اندازه کافی در طول تاریخ مخصوصا در 27 سال گذشته ما تهدید رو دیدیم، نتیجه مثبتی هم جز خرابی نداشت. 27 یا 37؟ 37 سال. خیلی عذر میخوام، نگفتم، گفتم شاید شما هم مثل آقای میرحسین موسوی اون 10 سال اول رو سالهای طلایی میدونید. نه، مطمئن باشید. به هر حال این یه پیشنهاده، خواهش میکنم بیاید این پیشنهاد رو تکمیلش کنید، به صورتی در بیارید که بتونیم اجرا بکنید. فکرم نکنید که خودتون باید بکنید، بچه هاتون باید بکنن، نوه هاتون بکنن، نتیجه ها و نبیره ها و غیره بکنن، ولی ما باید ایرانو از لحاظ بی آبی نجات بدیم. پس این یه مطلبه، هنوز ما نیم ساعت وقت داریم. من میرم به مشکل بعدی. چگونه میتوان کشور ایران را به سوی صنعتی شدن و خودکفایی صنعتی روانه کرد؟ ببخشید قبل از اینکه بخواید اینو شروع کنید، بعضیا اشتباه میکنن، میگن کشور ما صنعتی شده بود، در صورتی که حقیقتا ما چیزی
از لحاظ صنعتی نداشتیم. یه چیزایی رو آورده بودن که بعضی ها میگن صنعت مونتاژ، ولی حتی صنعت مونتاژ هم نبود، یه چیزی بود فقط گول خودشون میزدن. مثل این میمونه که من برم یه سری وسیله رو بخرم، اینا رو وصل کنم به هم و بگم من این ماشین رو تولید کردم. شما اینجا میبینید مکانیکا تو گاراژشون میره از جانکیار، از این اسقاطی یه انجین میخره، یه شاسی میخره، 4 تا تایر میذاره روش، بعدم میره از دی ام وی براش سند میگیره، میگه من اینو درست کردم. ولی چه کار کنیم که اون صنعت حقیقی کاملا ببینید، صنعت رو نمیشه از بالا از پیشرفته ترین شروع کرد. ما بایستی طرز تفکر مردم رو نسبت به صنعت تغییر بدیم و این کار فقط از بچگی میشه. یعنی ما از بچه، من خودم در بچگی پدرم آدمی بود که با دستش خیلی کارا میکرد، ضمن تخصص حرفه‌ای خودش ساعت که خراب میشد اینو تعمیر میکرد، پمپ آبمون که دستی بود یه نقصی پیدا میکرد تعمیر میکرد و کارهای دیگه‌ای مثل اون سماور برقی داشتیم از کار میافتاد. خب من کنار دست پدرم کم کم یاد گرفتم از دستم استفاده کنم، آچارو چجوری به کار ببرم و این منو در طول زندگی همینطور که بزرگ می شدم به سوی صنعتی فکر کردن روانه کرد. شما نمیتونید یه جوان 20 ساله رو که هیچ وقت کار صنعتی حتی یه میخ به دیوار نکوبیده بیاریدش و انتظار داشته باشید این یک صنعتکار خوب بشه. باید از 5 سالگی 6 سالگی ما شروع بکنیم و این راه حلم خیلی آسونه، باور کنید آسونه. قول به شما میدم در عرض 7-8 سال ما بتونیم طرز تفکر کلیه ملت ایران رو در مورد صنایع تغییر بدیم. بعد وقتی ما آدم داشتیم که صنعتی فکر کنه، اون وقت میتونیم دنبال صنایع سنگین بریم، چه از خارج بخریم و ادارش کنیم چه خودمون به وجود بیاریم. حالا چه کار ما میتونیم بکنیم؟ ما بالغ بر 65,000 دهکده داریم. اگر شما در امریکا یا در اروپا به این ور اون ور سفر کرده باشید در مناطق، میبینید هر دهکده کوچکش، البته تو فیلم های وسترن هم نگاه کنید کنار هر دهکده یه آهنگری وجود داره. در کدوم یک از دهات ما، من این 37-37 سال رو نمیدونم چون در ایران نبودم، در دهکده ما یک آهنگری وجود داشت یا یک کارگاه کوچکی که بتونه نعل اسب درست بکنه؟ خب بیایم به جای خرج کردن بی خودی به سوریه دادن و به لبنان دادن و به یمن دادن و به این ور، بیایم این پول رو خرج روستاهای خودمون کنیم. بیایم در هر روستا یک مجتمع به وجود بیاریم. این مجتمع شامل چیه؟ اولیش یک کارگاه فنیه با ابزار اولیه که جوابگوی نیازهای خود اون دهکده باشه. توجه میکنید؟ در اون ابزار مورد نیاز و جوشکاری، آهنگکاری و غیره رو داشته باشیم. دوم در کنار این چند کلاس درس بسازیم، سالن اجتماعات بذاریم. چی کار میکنیم؟ ما افراد دهکده رو میبریم در اون کلاس ها، بیشترم بچه ها. من اعتقادی که سالمندی رو بیارم با سوادش کنم، بابا آب داد، ماما نان داد، آش از سار از درخت پرید، آش سر چون، این درد یک دهکده رو دوانه میکنه. بیایم از بچه ها شروع کنیم و اونها رو زبانی که حرف میزنه حالا محلیه
زبان آذری، زبان کردی مهم نیست، زبانی رو ما به او یاد بدیم که یه مشکل براش پیدا نکنیم، تا مشکل پیدا نکنیم، این زبان رو به او. و ضمناً در این کارگاه ها اونهایی که از بچگی علاقه مندن بیان کار کنن، وقت آزاد شونو خودش هم میفهمه به چی علاقه داره، میره به اون سمت، میره در این کارگاه ها ما یادش بدیم. علاوه بر اون در این کارگاه ها در اونجا کتابخونه درست کنیم، کلاس درسی درست کنیم، نه برای طب زبان فارسی، برای اینکه آگاهی بدیم به این افراد ده، افراد دهی که همه عمرشون در اون محوطه کوچک زندگی کردن، با خارج در تماس نداشتن و ندیدن. ما اینها را آشنا کنیم چجوری بچه داری کنید، چجوری نظافت کنید، چجوری آشپزی کنید، چجوری به همسایتون کمک کنید، محلتون رو تمیز نگه دارید، محلتون رو، آبتون رو چیکار کنید، در مورد صحت و سلامتی از چه چیزهایی بپرسید. ما که این کار رو در کشورمون انجام دادیم و چگونه انتظار داریم در جوار این مجتمع یه درمانگاه داشته باشیم، یه معین پزشک یا پرستار یا در چند تا از ده ها یه دونه دکتر هم داشته باشه، یه داروخانه هم داشته باشه. این امکانات ما به اینها بدیم، ما از همونجا میتونیم افراد و آگاهی بهشون بدیم و اونهایشون که فکر فنی میکنن برای رفع نیازمندی های فنی خودشون به اونها این چیزها رو یاد بدیم. وقتی یک خیشی که زمین رو با اون گاوه لاغر مردنش میخواد بکشه میشکنه، این باید یه جایی تعمیرش کنن، این کشاورز باید یه کسی کمکش کنه، یه کارگاهی باشه که این میله این که شکسته جوش بده، یا اگر تیز باید بشه با اون سنبادش تیزش بکنه، یا چیزها پمپ آب براش بذاریم، مخزن آب بذاریم، توالت که همراه با چی باشه، حفظ و صحه درست باشه، براش یاد بدیم، بگیم چجوری فضولاتتونو در همون حوالی نباشه، یه جوری دفع کنید که صدمه به بقیه نزنه. این چیزای ما که این یه چیزای اولیه ولی واقعا لازم، تا اونو یادش ندید بله مدتی بعد یادش بدید، تعداد بچه زیاد این مشکلات رو برات به وجود میاره. خب بعد از یکی دو سال از بین اون بچه هایی که ما تا حدی فکر صنعتی شدن رو درشون به وجود آوردیم، میهم در بین هر پنج یا شش دهکده یک مدرسه فنی به وجود میاریم، شاگردایی که خوبن علاقه مندن میبریم در اون مدارس و اونها رو حتی به صورت شبانه روزی میبریمشون در حد بالاتر، میذاریم چیز یاد بگیرن و این اشخاص بعد از 5-6 سال میشن یک کارگر متخصص در رشته خاص خودشون. ما که این کارا رو انجام دادیم؟ بله ما در شهرهای بزرگمون تعدادی مدرسه حرفه‌ای هنرستان، ولی در کجای در کدام روستا ما این کار رو کردیم؟ اگر ما این کار رو انجام بدیم، اون روستا با پیشرفت فکر صنعتی خودش میتونه محصول خودشو بالا ببره، میتونه صرفه‌جویی در مصرف آب و هدر شدن آب بکنه، میتونه به موقع کود و غیره مزرعهش رو تامین بکنه. این چیزای ساده کوچکه که یک کشور رو شکوفا میکنه یا یک کشور رو. خب وقتی این مدرسه بعدی رو اینا دوره دیدن، اون وقته که میایم ازشون سوال میکنیم چه رشته ای رو دوست داری در صنعت پیشرفت کنی، و در عملم میبینیم آیا این امکاناتشو داره. ظاهر قضیه مهم نیست، باید دید
این در وجودش میاد این کارو، خیلی خوب کمکش کنیم. ما که پول بی خودی به هدر میدیم، دور میریزیم، درآمد نفت رو بیم یک دهمش رو یک بیستمش رو برای چندین سال صرف این کار بکنیم. پس خود به خود ما میتونیم به مرور کشورمون رو صنعتی بکنیم. لازم نباشد چون در زمان شاه بیش از 2 میلیون افراد به در نخور بنگلادشی و هندی و پاکستانی و غیره رو برای اینکه کارهای پایه‌ای صنایع ما رو انجام بدن دعوت بکنیم که هزارون مشکلات به وجود. چرا اون پولی که صرف ماهیانه اینها کردیم، اگر در دوران گذشته صرف تربیت افراد خودمون کرده بودیم، هیچ وقت ما نیاز به خارجی نداریم. این پیشنهاد، اینو باید بنشینید شماها هموطنان عزیز مطالعه بکنید، راه حل ها رو بهتری پیدا کنید و یک طرح جامع تهیه کنید، به دولتی که در رأس قرار داره بدید. حتی بدترین دولت وقتی دید چنین طرحی مفید به حال جامعه، به مصرف میرسوندش، به کار میاندازدش. خب ما هنوز 20 دقیقه وقت داریم. بله باید یک کمی کوتاه‌تر، چون 5 تا 6 تا نه نمیرسیم به همش، مانعی نه. بله خب این در مورد ارتش میخواییم صحبت کنید. ببینید من چهارم صحبت کردم. بله همین من متوجه شدم. همراه با صنعتی کردن محیط چگونه میتوان این دوتا به هم رفت داریم. اون مرکز اجتماعات از واجبات. ضمناً یه موضوع که اساسیه، به جای اینکه ما بگردیم یک جوان تازه ساله بی تجربه رو به نام سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی، سپاه دانش و غیره بفرستیم، باید معلمینی بفرستیم که اولا سن و سالی ازشون، دوما ازدواج کردن، سوما اگر بچه داره، اینها رو به کل با هم بفرستیم اونجا. وقتی یک جوانی زن و بچه نداشت، این به جای اینکه سازنده باشه خرابکار میشه. نه کسی که بلد نبود آشپزی کنه برای خودش یه تخمر درست کنه میفرستنش توی شهری حالا بره اونجا ترویج آبادانی، این بلد نیه اتاق خودش رو ترویج کسی کنه. کسی که تجربه تدریس نداره سپاه دانش، بله میشه سپاه دانش. من متاسفانه مسئول تربیت اینها بودن. ما یه عده جوان رو میووردیم تو سربازخونه هامون، بدترین معلمین، استوارا، افسران که به دردمون نمیخوردن میدادیم، میگفتیم برید اینا رو تربیت کنید. خود اون اشخاص افسر درجه دار نیاز به تربیت داشت. این چگونه میتونه اون فرد رو تربیت کنه که بره؟ هر کسی که نمیخواد معلم باشه شما نمیتونی ازش معلم بسازی. نمیتونی. باید تو وجودش باشه، عشق داشته باشه، یاد دادن به دیگران رو. اشتباه بود دیگه اگه اشتباه رو نکرده بودم. بله. و مغزن درست فکر کنه، ناپاک فکر نکنه، نخواد از موقعیتش سوء استفاده کنه، به دخترها و پسرای معصوم اون دهات زور بگه و تجاوز کنه. کاش که زور میگفت. و متاسفانه سپاه دانش ما و بقیهشون در این حال که ایده بهترین ایده بود، ما خرابش کردیم، مجریان خرابش کردن. ملتفت میشید؟ ایده‌ای که از بالا ایده تنها کافی نیست، ایده باید با وسیله و ابزار و برنامه، و الا همه هدف داریم که ما مثلا فردا برسیم به کره مریخ، خب فایده نداره که نداره. این با وسیله داشته باشه، باید هدف داشته، بعدم باید بدونه اگه رفت اون بالا اینقدر سال میخواد طول بکشه تا اونجا، باید خوراکش باش باشه، نمیدونم وسایلش، اکسیژنش باشه. این وسیله، برنامه، و الا هدف‌های خوب همه دارن. صرفا به این دلیل که یک کسی هدف خوب داره معنیش این نیست که این نابغه است یا این بهترین ها رو برای همه میخواد.
باید برنامه داشت باشه و وسیله، از این وسیله چجوری استفاده کنه. خب اون خب مطلب بعدی ارتش، ارتش آینده. ببینید ارتش آینده ما بایستی نه از لحاظ سیاهی لشکر تعداد فراوانی آدم درش باشه. اسرائیل 4 میلیونی من فکر نمی کنم حتی ارتشش که شامل هوایی دریایی زمینی بیش از 100-120 هزار نفر باشه. ولی اسرائیل معروفه که همه ارتشی هستن، چون همه دوره ها رو میبینن. اون مطلب بعدیه. بله. ببینید ما یه ارتش رسمی داریم، بعد اینکه تمام افراد کشورمونو تعلیم بدیم برای دفاع غیر نظامی از کشورشون آمادگی داشته باشه. سیاهی لشکر که بیشتره نیرو روی افراد وظیفه‌ایه که اعتقادی نه به ارتش نه به رژیم نه به هیچی ندارن و میدونن که به زور اینها رو گرفتن به خدمت رو بردن، روز شماره میکنه که خدمتش تموم بشه و اگرم هست خرابکاری بکنه. کما اینکه من شاهد 2 مورد این بودم، جنگ دوم جهانی و فروپاشی رژیم رضا شاه پهلوی و 57. من شاهد بودم که ارتش اون انتظاری که ازش میرفت نتونست انجام بده، که البته مهمترینش اون بی برنامگیه که جناب عالی بهش اشاره کرده. به هر حال ما باید ارتشمونو کوچیک کنیم، ولی افسران درجه داران اون باید از بهترین ها باشن. با پیشرفت صنعت صنایع سلاح دیگه نمیشه یک جوانی که 6 کلاس ابتدایی سواد داره بیاریم با این دستگاه های بسیار پیشرفته، اصلا غیر ممکنه. به نظر من باید تمام افرادی که در ارتش هستند حداقل دیپلم داشته باشند، حداقل که بتونن درک کنن اسلحه‌شو چطور اداره کنه، چطور به کار ببره، چطور مورد استفاده قرار بده. ارتشو بذاریم برای روز مبادا، ولی غیر نظامیانو مثل خیلی از کشورها دعوت کنیم بیان دوره‌های کوتاهی در تخصص خاصی، نه اینکه ما صفجم یاد بدیم چطور سلام بدید، چطور پاسداری بکنید. اینها مهم نیست، او باید عمیقاً به کارش عشق بورزه، معتقد باشه که بتونه. ما چون ایران هیچ وقت کشوری نبوده که به دیگران تهاجم بکنه، حمله بکنه، پس یک کشور دفاعی باید باشیم. ما نیاز به موشک دوربرد نداریم، ما نیاز به بمب اتم نخواهیم داشت، ما نیاز به خیلی چیزها نخواهیم. ما تیاره های دوربرد، تیاره هایی که سوخت ببرن در اقصا نقاط به تیاره ها بدن نخواهیم داشت. ما باید بنشینیم و بگیم ما چی میخواهیم برای ارتش آینده ما. در این حال تمام ملت ایرانو از زن و مرد که از سن 18 به بالاست تعلیم بدیم که در روز مبادا با اسلحه‌ای که در اختیار دارن بتونن از خودش و خانوادهش و کشورش دفاع بکنه. همین کاری که اسرائیلی با 4-5 میلیون میکنه و دمار از روزگار 120 میلیون عرب و مسلمان در میاره. چرا درس نگیریم از اونا؟ ممکنه ما اسرائیلی ها رو دوست نداشته باشیم، ولی از کارهای خوبشون میتونیم درس بگیریم، یاد بگیریم و این کارو با. در مورد ارتش
من یه طرح مفصلی تهیه کردم، انشالله توی بلاگ خودم میذارم. نیایید ایراد بگیرید، بیاید اصلاحش کنید. میدونید ایراد گرفتن آسونه و یک فرد هر قد متخصص باشه اشتباه میکنه. بیاید کمک کنید در راهش، نگید یه نسخه به من بده. اگر میگیرید اصلاحش کنید، به من برگردونید بگید من این اصلاحاتو کردم، نظرت چیه؟ یا من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون که اینو تکمیلش کردی. من به اکثر کسانی که نوشته هامو دادم در همون حد تموم شد، دیگه خبری نشد. بنابراین نه اصلاح شد نه هیچ، نه حتی اکثرا جواب دادن که دریافت کردیم. من گله نمیخوام بکنم، توجه میکنید، ولی میخوام ببینم فایده این نوشتهی که من کردم به شما میدم چیه. اگر مزخرفه بگید عیبش چیه، سعی کنم اصلاحش کنم. ولی وقتی بیخبر منو میذارید یا اصلاح نشده شو برام، اصلاح شده شو برام نمیفرستید، من چی دارم بگم؟ شما در رابطه با بسیج و پاسدار و اینا یکم توضیح دادید که اون نیروها رو که تا حالا به صورت مخرب بودن میتونید استفاده کنید در جهت سازندگی. بله. البته یک چیزی درست شده بود بعد از انقلاب به نام جهاد سازندگی. بله. و کارهایی که کرده بودن خیلی جالب بود. مثلا این مسئله قنات که آب رو حتی یه مقداری با زاویه زیر زمین بالا می‌بردن، اینا روی زمین هم این کارو کرده بودن و آب رو یه جایی که قبلا به خاطر ارتفاع نمیتونست برسه و اینها برده بودن اینو منبع اینجوری. و متاسفانه اونم مثل که به نتیجه مطلوب نرسید. خب چون بله. همه چیزو ما میخوایم همون روز همون که من رئیسم یا مسئولم انجام بدم. بیاید فکر کنیم که نه، این سالها طول میکشه، بذارید نوه من از این بهره برداره. شما قبلا هم گفتید به فکری نباشید که ما همش میخوایم همون لحظه. آقایون وزرای زمان شاه وقتی شاه دستوری میداد بدون بررسی میرفتن این کاری رو انجام میدادن. 99% طرحهای خوبی که میتونست خوب باشه نتیجه نداد. در مورد سپاه پاسداران، ببینید وقتی سپاه پاسداران تشکیل شد مسنترین اونها 21 22 23 بود، نه زن داشت نه بچه داشت نه خونه‌ای داشت نه ملک و املاکی داشت نه ثروتی داشت نه اتومبیلی داشت. آدمی که هیچی نداره کاری رو که انجام میده میشه همه چیزش، اون کارش براش مهم. به تدریج که زمان گذشت اینا پولدار شدن، زن گرفتن، بچه هاشون به ثمر رسیدن، خونه خریدن، ماشین خریدن، سرمایه تو بانک ها گذاشتن غیره. آدمی که در اون مرحله قرار بگیره دیگه به درد نمیخوره. هیچ ما نباید نگران پاسدارای مسنی که الان همه چیز دارن باشیم. صدای تق در بیاد، همونطور که عمرای ارتش، وزرای ما، مدیر کلامون در سال 57 هر یکی به گوشهی فرار رفتن، این پاسدارای مسن سپاه همین کارو خواهند کرد و خودشونو دور میکنن. از بسیجی ما باید بترسیم. بسیجی در مرحله‌ایه که هنوز هیچی نداره، یعنی اعتیادی از لحاظ زن و بچه و خانه و اینم که شما گفتید تهدیدشون نمی‌کنیم، به جایش تشویق میکنیم که حقوق میگیری، کار سازنده میکنیم به جای که مردم شما رو دوست نداشت. مگر داریم اگر ثابت شد که یکی از این بسیجی ها بی خودی فردی رو نابود کرده، اونو به دادگاه صلاحیت دار باید ببرید، نه شاهدانی از چپ و راست بیان شفاهن بگن این نله کرده، کاری که ما فقط بلدیم
شایعه و توهین و دروغگویی. بیایم حقیقت رو با ارائه مدرک بگیم فلان شخص این خطا رو کرده، اونم دادگاه باید رسیده کنه. ولی قبول کنید افراد جوان که هیچ کاره بودن در اون مملکت، یهو بهشون قدرت دادیم، چماقی به دستشون دادیم، گفتیم برید اینا، این شما و این هم مخالفین، مخالفین خب بزنید و غلغل در طول عمرش حس کرده که یه کسی روش حساب میکنه، بهش اعتماد کرده، چماق دستش داده، خب میگه این چماق برای اینه که من بزنم، باید ازش استفاده کنم. ما چماق ازش میگیریم، بیل به دستش میدیم، کلنگ به دستش میدیم. اون وقتی که این در جهت سازنده است، البته شخصیت هم اول بهش میدیم. پس اینم مشکل اون یکی. لطف کنید اگه 4 دقیقه، ولی توی 3-4 دقیقه اگه لطف کنید درباره نیروی پلیس بگید. ولی من اینو اضافه میکنم که حتی آقای برنی سندرز که نامزد رئیس جمهوری سال آینده یعنی میشه آمریکا هست، گفته که پلیس ما یه قیافه خشن و وحشتناکی داره و این رو میخوان اینجا هم عوض کنن. وقتی آمریکا تو این فکر هست، شما چه پیشنهاد دارید نیروی پلیس آینده ایران باید دارای چه خصوصیاتی باشه؟ پلیس ما متاسفانه در ایران بر پایه درستی بنا نشد. هر فرد واماندهی که هیچ جا دستش به جایی بند نبود، بیکار و بیار، اینو میووردنش و بازم کم سواد، دو کلاس یک کلاس الف ب میبردنش توی اون دانشکده که چه عرض کنم مدرسه، ببخشید گوساله وارد میشد گاف بیرون میرفت، نه به سوادش اضافه شده بود نه به فهم و شعورش. کسی که ما ازش انتظار داریم قانون رو اجرا کنه، ضابط دادگستری باید از کلیه قوانین قانون اساسی و مدنی کشور مطلع باشه. او باید بدونه چه چیزی خلافه. وقتی میاد جلوی من و وقتی میرونم بگیره، باید بدونه من خلافی که کردم خلاف بوده یا اینکه من الان وقت نهارمه، پولی هم تو جیب ندارم، ایشون جلوشو بگیرم بگم چرا خلاف کردی، اینم به من باج بده، من باج برم نهار بخورم. آقای آیان پور، شما اینه که میگید من یه بار رفتم یه دادگاهی، بعد یه نفر رو آورده بودن، این آقا وکیل بود، یه تیکت بهش داده بود پلیس، مثلا نوشته بود طبق قانون 29، این رفته بود نگاه کرد و قانون 29 در رابطه با این نیست، و روزی که دادگاه قاضی صدای زد گفت که جناب قاضی من اینو نگاه کردم اصلا این کاری به من نداره. بعد قاضی گرفت ازش به پلیسا میان اونجا، گفت که چرا اینو نوشتی، گفت من اشتباه کردم، کاغذ رو پاره که نکرد ولی اینجا میگن کیسو انداخت بیرون، کیسو داد به اون آقا، گفت خیلی ممنونم که شما رفتید اینو پیدا کردید. به پلیس گفت شما بهتر برگردی مدرسه قانون رو اول بخونی، بعدن مردم رو به اصطلاح مجبور کنی که اون قانون رو رعایت کنه، اول خودت باید بدونی. این هم این چیزی که شما میگید. نه نمیدونیم. ببینید کی پلیس ما قانون اساسی مشروطه سلطنتی ما رو مطالعه کرد؟ کی من و شما مطالعه کرد؟ من نداشتم، من تا موقعی که اومدم آمریکا اینجا گرفتم. وقتی من نمیدونم قانون اساسی چیه، چطور میخوام در لباس افسری ازش دفاع بکنم؟ چرا ما راجع؟ بنابراین پلیس ما باید مینیمم 12 کلاس درس خونده باشه. بیشتر این چیزایی که شما گفتید همش برمیگرده روی درس و سواد، اونم از بچگی. فقط 2 سال دوره ببینه و فوق دیپلم بگیره، اون وقت میشه یک پلیس ساده. اگر این میخواد ترقی کنه، فرض کنید تبدیل بشه به دتکتیو، این باید بره دوره کامل دتکتیوی رو بگیره. دانشگاه پلیس و اینها بگیره. کدوم یک از افسران پلیس ما این دوره رو دیدن؟ نه. میدونید
الان وقت ما تمامه. بله، ولی خب خوب شد به اینجا رسیدیم. این هشتمیش رو خیلی ایشون جالب نوشتن. نوشتن لیست این گونه مشکلات بسیار دراز است و به این مختصر خاتمه نمییابد. من چون ایشون هم چند بار از شماها خواهش کردم، منم از شما خواهش میکنم اگر چیزایی هست که شما هم به نظرتون میرسه بنویسین، بیارین با دیگران صحبت کنید. ما بارها گفتیم گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. اگه ایشون اینقدر شهامت شجاعت داره که میاد با همه این مصائبی که شماها و ما براشون درست میکنیم، سوال پیچشون میخوایم بکنیم، میخوایم گیرشون بندازیم، باز میان اینا رو به من و شما میگن. فحاشی دیگه من خواستم شما لطف کنید بیان این کار رو انجام بدید، به جای اینکه مقابل این دوستان وایسید، خودتون یه چیزی رو که به نظرتون میرسه شروع کنید، برای ایشون بفرستید، برای دیگران بفرستید. من باز هم از شما ممنونم و خیلی خوشحالم که این بلاگ یا وبسایت شما راه افتاده. لطف کنید آدرس اینا رو برای من بفرستید تا من تو برنامه ها پروموت کنم، بگم به دوستان. و اگر این چیزایی که گفته شده اینجا شماها خواستید، تمام اینها رو آقای آریانپور هر کسی که تا حالا خواسته، ایشون من شاهدم، دلیلش هم اینه، برای اون شخص که میفرستن یک کپیش هم برای من میفرستن. اینقدر این آقای آریانپور منظم و مرتب هست که من یکی از هدفام اینه که مثل ایشون منظم باشم. دستان ممنونم از شما، امیدوارم سالهای سال شما رو داشته باشیم، ازتون استفاده کنیم، از دانشی که داشتید، از تجربیاتتون، مخصوصا از اون چیزایی که یاد گرفتید که درست نبوده، کار نکرده. چون میگن انسان از اشتباهاتش بیشتر تجربه میگیره تا اونایی رو که کار میکنه. خب کار میکنه، ولش میکنه، میره. ولی اونی که اشتباه نکرده هی میره، اونی که اشتباه کرده میره دنبالش که ببینه چرا اشتباه کرده، بیشتر یاد میگیره. بازم از شما ممنونم. من از شما و از شنوندگان، از بینندگان گرامی تشکر میکنم. بیایید کمک کنید مملکت خودمونو دوباره بسازید. ممنون از شما. دوستان با ما باشید. من با آقای آریانپور خداحافظی میکنم، برمیگردم با شما دوستان خواهم بود. مرسی.
خب دوستان عزیز سلام، سلام مجدد خدمت شما و اجازه بدید که من این یکی رو هم درست کنم. دوستمون نوشته که یا پیام گذاشته که تاریخ رو بگید. معمولا من اول برنامه میگم و امروز چهارشنبه هست، 30 دی ماه، این پایین هم نوشتیم دی ماه 1194 برابر با 20 ژانویه 2015. خب در قسمت اول برنامه تیمسار آریانپور بودن، از ایشون ممنون و متشکرم و اگر شما پرسشی دارید یا نظری دارید درباره گفته‌های ایشون یا با من تماس بگیرید یا با خودشون مستقیما و ایشون پاسخ خواهند داد. و اما این جریانات برجام نمیدونم، مثل که به این سادگی هم که همه فکر میکردن نبود. حتی خامنه ای صحبت کرده و گفته که ما 500 میلیون یا میلیارد، درست واقعا نمیدونم، دادیم برای یک 700. اجازه بدید ببینم این چرا. آهان، اینجا برای که تاریخ ما نیذاشتیم. خب این دوستمون درست میگه که چرا. نه چهار، ببخشید چهار، بله اینه، بله 20 ژانویه 2016. اینایی که دیکتاتور میشن به دلیل اینکه میخوان به زیر دستشون ثابت کنن من از شما بیشتر میفهمم، هی از اونا فاصله میگیرن، هی یه کاری میکنن که هیچ کس جرئت نکنه به اینها به اصطلاح نظر بده، باشون مشورت کنه. بذارید ببینیم، این بازم همین دوستمون هست، چون مثل که ساعت 3:03 پیغام گذاشت. بازم شرمنده، کاشکی یه زدن برد بودم که بعدا چون یادم خواهید داد بزنم و شاید هم البته بشه بعدا روی صفحه حساب نوشت که مالی چه موقع بوده و چیز من نگرانی من به مورد مواظب خودتون باشید. عزیزم نوشتم، بیا نگاه کن، این اولش می نویسه چهارشنبه 30 دی که الان هست، این یکی بعدش می نویسه 20 ژانویه، هم به تاریخ انگلیسی هم به ایرانی، هرچی که شما راحت باشید. و نمیدونم دیگه، کار دیگه ای که میشه بکنیم اینی که یک ساعتی رو من قبلا یه بار گذاشتم، ساعت قشنگ همون موقع نشون میده. شما اگه تو کالیفرنیا باشین نگاه میکنی میبینی الان مثلا 12:08 است، میفهمی که این چون اینجا نشون میده 3:08، پس این برنامه زنده است. ایشون لطف کرده چندین پیام گذاشته، از ایشون هم ممنونم. این همون دوست 11-11-11 شیرازی است که قرار هست برنامه هایی هم داشته باشه ولی گرفتاریش خیلی زیاده. بنده خدا یه مشکل سلامتی پیدا کرده بود، یه مدت کمردرد و اینها داشت، بعد حالا مسئله یه بار رفت فلوریدا، دوباره از فلوریدا برگشته کالیفرنیا، اصلا آب و هوای فلوریدا رو دوست نداشت و امیدواریم حالا که برگشته کالیفرنیا بتونه در کمال آسایش برنامه‌هایی رو به اصطلاح برای شما دوستان درست کنه و ردیف کنه و نشون بده. و اما این روشنک رهایی، دوستان اسمای قشنگی انتخاب میکنن. این آقای سیامک ستوده آمده این اسم رو انتخاب کرده و فکر کنم با همین اسم هم یه نشریه رو چاپ میکنن. ایشون نوشتن سلام دوستان، به پیوست سانسور چهره آشکار ستم است. آها ببخشید، سانسور چهره آشکار ستم است و قسمت 18 خاطرات یوسف افتخاری و تاریخ اسلام را برایتان ارسال میکنم. برید بخونید، دنبال کنید و ببینید به کجا میخوان این دوستان برسن. و اما میگم اینها خودشونم نمیفهمن چی میگن. ببینید دوستان، برای که ببینید چند دستگی هست در حکومت ایران، نگاه کنید، این آقای نقدی، محمد رضا نقدی، یه سری داریم نقدی هن، یه سری داریم نسیه ای هن. این نقدی نوشته آزادی 170 میلیارد دلار، ببخشید نقدی گفته آزادی 107 میلیارد دلار و رفع تحریم بانک سپه را بهای آزادی جاسوس آمریکایی خواند. خود آقای نقدی در فهرست تحریم‌های آمریکا
اسمش هست. و اینجا نوشته محمد رضا نقدی فرمانده بسیج میگوید آزادی 170 میلیارد دلار اموال بلوک شده ایران و رفع تحریم بانک سپه در مقابل آزادی جاسوس آمریکایی انجام گرفته است. حالا من نمیدونم این منظورش از جاسوس آمریکایی اون آقای رابرت لوینستون هست، چون بعد از اینکه 7 نفر بعد از اینکه 5 نفر آمریکایی ایرانی آمریکایی از ایران آزاد شدن و آمدند و آقای رضایی و نمیدونم رضاییان و اون آقای عابدینی و اون یکی دیگه حکمت و اینها صحبت کردن، خانواده رابرت لوینستون گفته که به اونا تبریک میگیم ولی ما همچنان منتظر و دیده به راه پدر خانواده، پدر بزرگ و به اصطلاح همسرشون هستن. ناگفته نماند. ببینید دوستان، این حکومت آخوند بد، به قول شیرازی ها بدون عالم، یعنی دیگه از اینا بدتر ما نداریم. ولی روزی که این آقای لوینستون رفته بود کیش، آمریکایی‌ها به من و شما میگفتن این یه آقایی رفته اونجا نمیدونم سیگار بخره، کبریت بفروشه. بعدن بعد از چند سال آمدن یه پول کلانی دادن به خانواده این آقا و اعلام کردن که بله ایشون مأمور FBI و برای CIA کار میکنه. میدونید FBI راجب پلیس و نظارت رو پلیس و روی دستگاه‌های دولتی آمریکا در آمریکاست. CIA مأمور اصلا اینتلیجنس سرویس هست، مأمور در خارج، روابط خارجی، ببینه کی داره بر علیه آمریکا کار میکنه. حالا شما به من بگو یه مأمور FBI رو برداشتن فرستادن کیش، بعد حالا که ایران گرفتتش، یا اونا هم که میگن ما نگرفتیم، اونا هم انقدر زبل و ببخشید مادر فلان که چرا همش فوش به این مادر و خواهرای بیچاره میدیم، انقدر پدر فلان هستن که تا چند مدت نمیگفتن، بعد گفتن آره فکر کنم دیدیمش همینجا گرفتیمش، یه جایی هم نگهش داشتیم، بعد گفتن نه اینجا نیست. حالا جالب اینه که دولت آمریکا هم میگه این در ایران نیست. باورتون میشه؟ یعنی آخونده هم مثل آمریکا که زندانیاشو میفرسه. بزن من یه مقداری بیام بالاتر، نمیام، و زندانیا رو میفرسه کشورهای دیگه شکنجه کنن، به نظر میرسه که ایران هم اینها رو میفرسه جاهای دیگه ای که اگه کسی گفت اون دروغ حضرت علی بوده، گفته از وقتی من نشستم اینجا هیچ شطوری ندیدم، بگی با خدا اصلا این تو ایران نیست. یا اون بونگایی های ماشینی که یه تیکه نون خشک میذاشتن توی ماشین، بعد میگفت این ماشینه به خدا نون توشه، بخر این ماشینه نون توشه، دست راست هم میگفت یه تیکه نون خشک گذاشته بود اون آقا. در صورت این آقای نقدی که فرمانده بسیج هست، و من نمیدونم این بسیج، جهاد که قرار بود جهاد سازندگی باشه، سپاه، ارتش، مگه یه مملکت چند رقم ارتش مختلف باید داشته باشه؟ اگر بعد از انقلاب دیگه شما ارتش رو تسویه کردید، به قول خودتون پاکسازی کردید، یه مملکت، یه دولت، یه ارتش، این سپاه پاسداران چیه؟ این نمیدونم بسیج چیه؟ هیچ که نمیدونه. اینه که اونجا جنگ قدرت ها هست. و اما دوراهی آمریکا در برخورد با ایران، ولی بذارید من اینا رو از روی نوشته های خودم برم جلو، چون هر روز میبینم به اینا اضافتر و اضافتر شده. این علی آقا یک فیلمی رو فرستاده، نماز جماعت در پاکستان دیدنی است. بذارید اینو با هم ببینیم. احتیاجم نداره که صدا داشته باشه، چون گویا یک قطاری داشته میرفته یه جا وای میسه که حالا یا قطاره مثلا گازوئیل بزنه یا مردم خریدی کنن و اینها، رسمه با قطار وقتی میرید یه جاهایی وای میسن. بعد این پاکستانی ها هم نمیدونم حالا این تو پاکستان یا هرچی، اینها هم برای که یه وقت خدا دیرش نشه و خوابش نبره و اینها، گفتن وایسیم نماز جماعت بخونیم، ببینید چه بلایی سرشون میاد. ممنونم از علی عزیز، علی شیرازی. بفرمایید. بله، شروع میکنن به نماز خوندن
و خب از این وایسادنشون هم معلومه که سنی هستن، چون سنی ها برعکس شیعه ها که دستشون رو چیز کنه، اونها دست به سینه وای میسن. و بله حاج آقا جلو تیر چراغ برق داره نماز میخونه. تا اونجایی که ما میدونستیم یک کسی وقتی میخواد یه جایی نماز بخونه باید ببینه صاحب اون قطار شروع کرد به رفتن. نگاه کنید دوستان، یکی یکی نمازها رو ول میکنن، در صورتی که قرار وقتی شما نماز میخونید انقدر با خدای خود در خلوت باشید که اصلا متوجه نشید. حتی میبینید اون یکی داره رکوع میره و سجده میره، اون یکی قباشو برداشت دوید رفت. تا حالا چند تا نگاه کنید، نگاه کنید یکی یکی نمازا رو میشکنن الفرار. نگاه کنید عجب بدبختی واقعا. کفشاشون موند، این یکی اومد کفششو برداره کل قطار رو از دست داد. ای داد بیداد، ای داد بیداد. خب ببینید، البته پشتش یه صدای خنده خیلی زیادی هست اون کسی که اینا رو ضبط کرده. احتمالاً این چیز بود، به نظرم میاد این از این دوربینایی هست که مانیتور میکنن همون توی قطارها و توی ایستگاه و اینها هست. در صورت جالبه وقتی که یک کاری رو انجام میدیم فقط برای که اون کار رو انجام داده باشیم، نتیجهش این میشه که نمیفهمیم اصلا برای چی هست، چرا این کار رو میکنیم و همش تقلید و تقلید و تقلید. میبینیم که کشورهای اسلامی اینجوری بازشون خرابه، دروغ ماکسیموم، نمیدونم ریا ماکسیموم. پریروز داشتم با یکی صحبت میکردم، گفتم چی شد اینا گفتن ما ربا نمیدیم و اینها، الان بانک ها جایزه هم میذارن. گفت که بله، بانک ها به اونایی که پولشون رو میذارن به عنوان قرض الحسنه و سود نمیگیرن جایزه میذارن. گفتم خب اینم که یک کلاه شرعیه. از اون ور بهش میگن ما به تو 1%، 2%، 3% سود نمیدیم، ولی بیا مثلا پول بذار اینجا تا این ماشین رو برنده بشی، تا این خونه رو برنده بشی. یادتونه اون وقتا روغن قو و شاپسند و اینها سکه های طلا میذاشتن داخلش، یا این بلیط های لاتاری و اینها چه فرقی داره؟ پس دولت اسلامی در عمل نشون داد که آقای بنی سعد، نه اون بانک های اسلامی که شما فکر میکردید کار میتونست بکنه. خود آقای بنی سعد هم اولی که اومد بانک ها رو 10 تا میگرفت، 100 تا میداد، 20 تا میگرفت، 200 هزار دلار میداد و 30 تا میگرفت 300 هزار دلار میداد. از همون اول اینها قرض الحسنه نبودن و سود داشتن. چیزی که هست برای مردم توضیح دادن، گفتن ما سود نمیگیریم، ما فقط یه کارمزد میگیریم. خب بانک آمریکایی هم میگه، آمریکایی هم میگه ما سود میگیریم، ما کارمزد میگیریم، کارمزدمون زیاده. این کاخ سفید و اون مأمور گم شده FBI که میگه دیگر در ایران نیست. ببینید دوستان، یکی از کاخ سفید سوال کنه، ببینید اینو دیروز فرستادند، اینو دیروز 19 ژانویه، 19 ژانویه کاخ سفید نوشته یا گفته مأمور گم شده FBI دیگر در ایران نیست. خب این یعنی دیگه شست، گناهی ندارن آخوندا. و اینم گفته رابرت لوینسون هنگام سفر به جزیره کیش در ماه مارس سال 2007 ناپدید شد. خب آقا جزیره کم داریم؟ این همه جزایر تو هاوایی، این همه جزایر تو ژاپن که شما بری کیش. حالا دوستانی هستن که اینو بیشتر واردن، ازشون خواستم که بیان در این مورد صحبت کنن، گفتن الان موقعیت مناسبی نیست و بعدن. من براتون این رو میخونم که ببینید دوستان، این آمریکا و اروپا و اینها هم کارشون خرابه، دنیا کلن الان به طرف یک نابودیه یا یک فساد اخلاقی داره پیش میره که از هیچ کس شما انتظار نمیتونی داشته باشی اخلاق رو رعایت کنه یا درست باشه. و اما نوشته که جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است که آمریکا اعتقاد دارد رابرت لوینسون مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI دیگر در ایران نیست. سخنگوی کاخ سفید امروز 29 دی 19 ژانویه گفته که
بارها خواهان دریافت اطلاعات از ایران درباره سرنوشت آقای لوینسون شده بود، بعد گفته که آمریکا باز هم بدین درخواست ادامه میدهد و از ایران میخواهد تا هر مقدار اطلاعاتی درباره سرنوشت او دارد در اختیار ایالات متحده قرار دهد. کاخ سفید اعلام کرده که با خانواده رابرت لوینسون در تماس است و نگرانی آنها را درک میکند، اما درباره اینکه آقای لوینسون زنده است یا خیر ارزیابی تازه‌ای در دست نیست. آقای لوینسون هنگام سفر به جزیره کیش در ماه مارچ سال 2007 ناپدید شد. مقام‌های ایران در دسامبر سال 2007 با سفر همسر و پسر آقای لوینسون به ایران موافقت کردند، اما این سفر نتیجه‌ای در پی نداشت. پیش از این هم برخی از مقامات آمریکایی گفته بودند که به اعتقاد آنان رابرت لوینسون توسط ماموران ایران امنیتی ایران در کیش بازداشت شده و در یک زندان مخفی در این کشور محبوس است. مقامات ایرانی همواره گفتند که در مورد ناپدید شدن رابرت لوینسون هیچ گونه اطلاعی ندارند. اظهار نظر تازه درباره سرنوشت آقای لوینسون در شرایطی صورت می‌گیرد که ایران و ایالات متحده آمریکا این هفته شماری از زندانیان خود را با هم مبادله کردند. یعنی نتیجه چی؟ نتیجه اینه که آمریکا الان داره به من و شما میگه که ما حرف آخوندا رو باور داریم. اینا میگن تو ایران نیست، خب حتما تو ایران نیست. مرسی از جوابتون و تشکر و خوشحال از اینکه نظرتان با من یکیست. یکی از دوستان برای من نوشته بود نظر شما در رابطه با بیل کلینتون چیه؟ آیا توی این جریانات انتخابات باید از گذشته این و کارهایی که غیرقانونی انجام داده صحبت بشه یا نه؟ من گفتم بله، همه باید مسئول کارهایی که انجام دادن، انجام میدیم و انجام خواهیم داد باشن تا یه ترسی پشت سر همه باشه که کارهای غیرقانونی انجام ندن. حالا این چه نمیدونم سکس باشه با اونی که توی دفترش کار میکرده، چه نمیدونم چیزای مالیاتی باشه و الی آخر. ایشون نوشته که تشکر میکنم، برش گفتودم اینجوری تشکر کرده، بعد نوشته که رفتار و گفتار خانم کلینتون من را به رضا پهلوی را به یاد من میندازه. وقتی میخواد از سپورت شوهرش بهرمند بشه، نه رضا پهلوی، کلینتون، هیلری کلینتون، شوهرش را وسط میاندازه، و وقتی که میخواهد بگوید که شوهرش این کارها را کرده، میگوید من با او کاری ندارم و او مستقل عمل میکنه. این یک ریاکاری و دروغ است که او متخصص است. ممنون. من براتون گفتم یک فرصتی پیش آمده بود، ما یه مدتی با این خانم هیلری کلینتون کار میکردیم و من دیدم بابا این عجب ماریه که افی شده. بذارید ببینم این عکسشو میتونم بهتون نشون بدم. بله، این هم عکسی که خانم کلینتون توی همین واشنگتن با ما گرفت و بعدم توی کالیفرنیا هم باهاش بودم، توی نیویورک هم باهاش بودم و خیلی جاها. اینا وقتی که موقع انتخابات هست، چپ و راست هر روز دو تا سه تا شهر و ایالت رو میرن و ما هم میدویدیم دنبالشون از اینجا به اونجا. این یکی هم اجازه بدیم بهتون نشون بدم، این توی یک چیز بود، توی بله این یکی مال کالیفرنیا بود و یه جای خیلی قشنگی بود، یک شاپینگ سنتر بزرگی بود و یک رستوران مکزیکی بود و این اینجا داشت صحبت میکرد، من روز عکس میگرفتم، ویدیو نمیگرفتم. و بعد یکی دیگرش هم بود که در نیویورک بود، ببینم که اون رو هم میتونم پیدا کنم. بله اینه هست، این البته کمی مقدارش کوچیکتره چون دوستمون قرار بود عکس ما رو بفرسته نفرستاد، ما این رو فکر کنم از روی صفحه خودش برداشتیم و اینم اینجاست. و ما چون باهاش خیلی نزدیک بودیم و پشت صحنه بیشتر باهاش بودیم، میدیدیم که این واقعا، ببخشید من اینو بهتون نشون بدم، خانم کلینتون اینجا پشت سرش رو میبینید و منم اینجا دارم ازش عکس میگیرم، و دیدیم که این بابا این چه افعی هست و چه سیاستمداری هست. و تازه خیلی ها میگن دلیلی که بیل کلینتون اینجوری حرف میزنه و اینجوری عمل میکنه اینه که با یک همچین جانوری
سالها زندگی کرده. و اما آزادی قدس نزدیک است. این را آقای مسعود سهیلی برای من فرستاده که سرلشکر جعفری در همایش غزه گفته که نماد مقاومت در همایش گفته غزه نماد مقاومت، هیچ ارتشی حتی آمریکا قادر به ایستادگی مقابل انقلاب اسلامی نیست. آل سعود از صهیونیست‌ها تندتر شده است. آزادی قدس نزدیک است. من براش نوشتم آقا اینا از اول انقلاب میگفتن که نمیدونم قدس از راه قدس از کربلا میره و اینها، یه میلیون جوان رو زدن کشتن و نابود کردن و 8 سال جنگ و این خرابیایی که هنوز آباد نشده، خرمشهر ویران شهر شد دیگه، هیچ وقت آزاد شهر و خرمشهر نشد. بعد اینا رو خیلی شما جدی نگیر دوستان سلطنت طلبمونه. 37 سال میگن ما 6 ماه دیگه با آقا رضا پهلوی میریم ایران. اون وقتا میگفتن حالا بچه هست جوونه، اینجا داره درس میخونه، اینجا داره تجربه کسب میکنه، الان دیگه داره پیر میشه، با به فکر بازنشستگیش باشه. البته بعضی از اینا به جای بازنشستگی چون تو آمریکا هستن، میدونید انگلیسی مثلا به ماشین قرمز میگه قرمز ماشین، به جای بازنشستگی نشستشون باز میشه. این از این سلطنت طلبا 6 ماه 6 ماه 6 ماه. بیایم به سراغ بزرگترین قدرت اپوزیسیون و منظمترینش آقای رجوی. خودش غائب، هر سال میگه امسال سال نابودی آخونداست. خب وقتی که شاه اونو میگه، رجوی اینو میگه، آقای سهیلی عزیز بذار شیخ هم اینو بگه، ولمون کن. قدس با 5000 سال تاریخ یکی از جالبترین شهرهای جهان میباشد که البته در دوران هخامنشیان جزئی از ایران بوده است. از لحاظ مذهبی حضرت داوود اولین پیامبر این شهر در کتب ثبت شده. و البته بعدها پیامبران و حکومت‌های گوناگونی بدانجا مربوط می‌شوند. حالا حکومت گرسنه اسلامی که تو کار روزمره خود مانده می‌خواهد این شهر را تصرف کند. آیا این سرلشکر سخنگوی دولت است؟ ایشان با چه کسی اعلام جنگ داره؟ و براتون گفتم که توی آمریکا این رسمه و اگر شما ببینید تلویزیونی مثل تلویزیون مردم و سوربی هی میاد میگه که حمایت کنید، اینجا میبینید هر کسی هر سازمانی که فعالیت میکنه با همین 5 دلار 5 دلارها میلیون ها دلار پول در میارن و میبینید هی مینویسن، هی یادآوری میکنن که البته این یه مجله است، ولی کلا میخوام بگم روش اینجا با اون چیزی که من و شما یاد گرفتیم تو ایران فرق میکنه که پسر عموم شاه باشه، اون به هم پول بده، من برم بشم نمیدونم فلان کار، یا پولای باد آورده نفت رو بردارم به یه صورتی هدر بدم و برای خودم یه جا و مقام قلابی درست کنم. باز ببینید این یکی دیگه هم در رابطه با چیز هست، سیاست و انتخابات و اینها، و خیلی جالبه این حتی خودش میگه که ما این فیل کردن، یعنی موفق نبودیم، پیروز نشدیم، به نتیجه نرسیدیم. ما میخواستیم 500 هزار نفر رو پیدا کنیم که به ما به اصطلاح کمک کنن، تا الان که صحبت میکنیم 7463 نفر کم داریم. اینجا دوستان همش میگن مردم مردم مردم. الان آمریکا داره به قهقرهای سقوط میره برای اینکه مردم رو داره فراموش میکنه و همش میگه پول پول پول. این آقای بیلمار میگه آقای اوباما من 7 ساله به شما میگم که بیا تو برنامه من. اون روز تو برنامه گفت که بیننده ها یه پتیشن، یه تومار درست کردم، 100 هزار تاتون اگر امضا کنید اینا وایت هاوس مجبور میشه به ما جواب بده. من وقتی رفتم امضا کردم، من نفر 28000 خورده ای بودم، بین 28000 تا 29000 دلار. دیروز صبح که رفتم نگاه کردم، چون بعد براش ایمیل میفرستی میگی به من خبر بده ببینم این چی میشه، 170000 تا رفته بودن و طرف گفته بود 100000 تا بیاد، 170000 تا رفته بودن، طرف نیومده بود بگی خب 100000 تا آمدن به من چه. من یک جرعه ای آب بنوشم. بله بس دیگه به من چه. باز میره
که اون 100 هزار تا بشه 170 هزار تا وایت هاوس مجبور بشه اینجا ریسپاند کردن، یعنی پاسخ بگه، جواب بگه و الی آخر. یک ایمیل، ایمیل فیسبوک، یه پیامی رو این دوست ما گذاشته. ما بالاخره دیروز با این دوستمون صحبت کردیم توی ایران. بذار ببینیم همین خودش هست. درود بر شما آقای سربی، خسته نباشی. داریوش وسیله خوب هستم از ایران. آقای سربی میشه یک تماس با من بگیرید و مشخصات خود را به ما بگویید که چگونه میتوانیم از طریق کامپیوتر شما را بگیریم؟ با سپاس از شما وسیله خوب. تا بعد، بدرود. ایشون اسم خودش رو گذاشته وسیله خوب و من دیروز باهاش صحبت کردم، گفت که حالا که شما برنامه تلویزیون رنگارنگ رو ادامه نمیدی، ما شما رو کجا باید پیدا کنیم؟ گفتم قربون، ما توی تلویزیون، توی کامپیوتر، اینترنت، اینها هستیم. به نظر میرسه که این بنده خدا رفته یه کامپیوتر، اینترنت چیزی تهیه کرده و میخواد حالا ما رو اونجا پیدا کنه، چون قبلا نداشته. وقتی من بهش گفتم مردم تیوی و اینها، اصلا متوجه نبوده. فردا صبح باهاش تماس میگیرم. اگرم پیام من رو، اگر این رو زودتر دیدید و شنیدید که خودتون حتما درستش میکنید. و اما آقای قربان علی حسین نژاد یک ایمیلی رو فرستادن برای دوستان و لیستشون، نوشتن سوء استفاده های آشوبگرانه فرقه رجوی در فرانسه از پناهندگان سوری را محکوم میکنید. مثل که این دوستان مجاهد از این پناهندگان خارجی و اینها کشورهای شرقی به جایی نرسیدن، حالا رفتن دنبال پناهندگان سوری و گویا اتفاق این قشنگه. بذارید بهتون نشون بدم اینو، برای مرداد این دوست عزیز همشهری گرامی نشون میدم که من دیروز تا حالا خودم رو کشتم. هی به مرداد میگم آقا شما میگید که این جدا شده ها همشون مأمور جمهوری اسلامی. من قبول دارم آقا، دیگه وقتی قبول دارم که دیگه نباید جر رو بحث کنی. من دارم از شما میپرسم، منی که یه تلویزیونی داشتم یا دارم که هیچ کسی جرئت نمیکرده به شما مجاهدین وقت بده، من وقت داشتم. منی که یه دوربینی داشتم، این دوربین آوردم از شماها، تظاهراتتون، از کشته شدگانتون فیلم گرفتم نشون دادم، خودم هم جزء اون جمعیت حساب شدم که شما رو از لیست تروریست بیرون بیارم. حالا سوال من اینه که تو آمریکا اگه یکی به من زنگ زد گفت من برنامه میخوام، من بهش بگم که میخوای چی بگی؟ وقتی گفت من مجاهد بودم آمدم بیرون، میخوام بگم چه بلایی به سر من آوردن، اینها 8 سال منو زندان انداختن، مریض شدم، اینها منو تا پای مرگ پیش بردن، بهش بگم وایسا، الو آقای جعفرزاده نماینده مجاهدین، آقا من اجازه دارم به اینها و خب شما شدید وزارت ارشاد ما، شما شدید وزارت اطلاعات ما، شما شدید ساواک ما. مرداد اونجا دیگه جواب نمیده، اونجا هی میگه آقا نمیدونم فلان و خاک در چشم. میگم عزیز من شعار نده. ببین آقا مرداد، اینو درست آقای قربان علی حسین نژاد نوشته، ولی من اینجا میخونم. ببین چی میگه. میگه عکس فوق تیتر یک فراخوان در سایت عربی فرقه رجوی خطاب به عربهای پاریس برای شرکت در تظاهرات، توش نوشته مسالمت‌آمیز و دموکراتیک علیه روحانی، بعد نوشته روحانی را سنگباران کنید. این آقا نوشته معنی دقیق‌تر دهانش را پر از سنگ کنید. آیا معنی نفی خشونت و اعدام و سنگسار و ادعای نرم تنی و دموکراسی معابی مریم رجوی در محل پارلمان‌های فرانسه و اروپا این است؟ ما فهمیدیم. آقا اگر این آقا دروغ میگه، اگه این عکس و ترجمهش رو بد کرده، شما وظیفت اینه که بیای تو همین تلویزیونی که من خوندم شما اینو بگی. شما وظیفت اینه که به اونا بگی آقا هی هر کسی با اینا چیز کرد، شما برای خودتون دشمن درست نکنید که سوربی بیاد تو برنامه خودشم آبروتونو ببره. این همه آبرو ریزی کردید به کجا رسیدید؟ این بیچاره آقای عباس رحیمی فوت شد رفت. بابا تو هیچ
جای دنیا کسی که مریضه، کسی که دم موته، دیگه اذیتش نمی کنن، میگن بذار آسوده بمیره. شما این رو تخت بیمارستانم اذیت کردین، افترا، توهین، تهمت. آخه مهر داده عزیز، چرا شما عدد رو قبول داری؟ چون میدونی که میگن اعداد دروغ نمیگن. عدد رو قبول داری؟ آقا شما 20 سال پیش چند نفر بودید؟ الان چند نفری؟ 20 سال پیش یه چیزی درسته، ممکنه بگید 20 سال پیش 20 تا جوان 20 ساله بودیم میشده 400 تا، حالا 10 تا پیرمرد 60 ساله هستیم 10 تا 60 تا میشه 600 تا. پس سوربی میگی اعداد اینها، نکنید بابا جون، یکم فکر کنید، خجالت بکشید. به خودتون، اون شعره بود بگو به خودم هی زدم از اینجا برو، به خودت هی بزن، بگو آقا مهرداد شما این همه هی از کالیفرنیا آمدی، زر و زر توی گرما، توی سرما، توی برف آمدی برگشتی، نتیجهش چی شد؟ بغل دستید اینوری که وایساده بود یه آفریقایی بود، اینوری که وایساده بود یه شاه اللهی بود، یه شاه اللهی بود. این آقای بهمن بیک شاه اللهیه، از آتلانتا به دلیل اینکه اتوبوس مجانیه میاد اینجا. اون ورتریش آقای پرویز مینویی بود که شما را قبول نداره، اون ورتریش سوربی بود که میگه من هیچ کدوم از شما را قبول ندارم. ولی جمعیت رو نشون دادید، بله آزادم شدید، از لیست آمدید بیرون. چه کار کردید تا حالا؟ بیان به مردم بگید، مگه نمیگن بیلان یا راندمان کار یا صورت حساب، میگن چی میگن، آخر کار یه چیزی میگیم دیگه، کارنامه. بیان به مردم بگید آقای ساغرچی آمد کارنامه شما رو دروغ گفت از الف تا یه. آقا شما بیا 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت مهمان من باش. اگر نمیاین به اونا بگو آقا شما نمیرید، که این که نمیتونه به بنده بره چون شما ناس کردی نمیری یا میترسی با حقیقت روبروش. این وظیفه شماست، این وظیفه علی کاناداست. ولی شماها هم جوری آموزش دادن، ببخشید وقتی میگیم شستشوی مغزی، شستشوی مغزی این نیست که با آب گرم و شلنگ مغزتون رو بشورن، یا وقتا اینا بود گوششون چرت میگه گوششون رو میشستن، از این ور فشار آب بگیر تو گوشت، بگی خب این بینم مغز، مغزم شسته میشه. شستشوی مغزی یعنی همین که شما هم که جزو سازمان یا هوادار هستی جرئت نکنی سوال کنی، جرئت نکنی بگی آخه لام رو و تا اینی که نوشتی تلویزیون اجاره مردم، این تلویزیونی که تنها کسی بود که به ما مجانی برنامه داد. وقتی شما با آقای مجنون‌چهر سخایی هزاران دلار پول میدادید، وقتی به اون آقای محمدی پول میدادید، وقتی به هنرپیشه‌های دیگه پول میدادید میومدن اینجا، سوربی مجانی میومد. ولی اینجا وقتی شما خفه میشید، این کلمه خفه شدن یعنی خفتون کرد، من خفتون نکردم، من دعوت میکنم صحبت کنید، شما رو خفه کردن. وقتی شما خفه میشید این یعنی شما رو شستشوی مغزی دادن، جرئت نمیکنید نه سوال کنید نه انتقاد کنید الی آخر. اینم از این. خب بذار من یکم تصویر این رو بزرگتر کنم، ساعتم 3:40 است. بله این خیلی جالبه، میدونید که الان مدت ها هست میگن به جای کردیت کارت و به جای سوشال سکیوریتی اینها، قرار شده هر کسی دنیا که میاد همون موقعی که تو بیمارستان هست یه چیپ، این چیپ کلمه خود چیپس هم که میخوریم به خاطر همینه که یه چیز باریک و نازکه، مثلا سیب زمینی اینقدره، چیپس یعنی کاتش کردن کوچیکه، یه چیپ الکترونیکی قراره بذارن توی بدن آدم ها تا به اصطلاح سوشال سکیوریتی ها اینا میگن دزدیده نشه، سوء استفاده نشه. ولی هی از اون ور بیشتر و بیشتر دارن جلو میرن، تا جایی که این رو ببینم که نوشته، نوشته دیروز ساعت 5:40 آقای آدم کلارک استس گفته که نوشته این مقاله رو، The US military wants a chip to translate your brain activity into binary code. این binary code آدمایی که میسازن که میخوان مثل آدم کار کنه، ماشین و اینها، اونها رو هم چیز میگن. میگه که اینها دارن یک به اصطلاح توی مغز و اینها میخوان یک کاری انجام بدن، خلاصه خدا به داد اون برسه اگه این چیزایی که اینها میخوان انجام بشه. همین جوری که الان یه ماشینایی هست که شما وقتی 600 دلار 700 دلار میدی اون وسیله رو میذاری روش، اگه ماشینت رو دوز برد شما از توی خونه میتونی بزنی این ماشین خاموش بشه. یه ماشینایی هست
که الان میخوان اسلحه ها رو هم این کارو بکنن که اگه اسلحه دست یه آدم عوضی افتاد پلیس بتونه اسلحه رو از کار بندازه الکترونیکلی. اگر این ماجرا هم پیش بیاد دیگه معلوم نیست دنیا به کجا خواهد رفت. یا اینایی که اینقدر الان هی میگن که اصل متمم دومین متمم اصل قانون اساسی آمریکا میگه من و شما حق داریم اسلحه بپوشیم داشته باشیم، تو آمریکا میگن بپوشیم، راست هم میگن، با کمربند میبندی مثل یه چیزی میپوشیش دیگه. و دلیلش اینه که میگه اینجوری دولت نمیتونه قوی بشه و به من و شما زور بگه، ولی خب از اون ور دولت میگه اوکی برو بخر، $1000 بده، $500 بده این اسلحه، ولی هر وقت خواستن یه دکمه رو میزنن تمام این اسلحه ها از کار میفته. و اما خبر جدیدی که دیشب و امروز صبح بود این بود که آقای دونالد ترامپ و یک خانمی بود به نام سارا پیلین، اگه یادتون باشه ایشون میخواست بشه نخست وزیر یا معاون آقای جان مکین، و بعضی ها میگن دلیل این که جان مکین باخت توی انتخابات این بود که این خانم را آورد و این خیلی گردن سرخه. و الان گویا اون خانمه زنگ زده به جان مکین، چون اینها سو استفاده چی هن؟ اینها منتظر یه فرصتی هن، دیده الان فرصتی هست و گفته که من شما را اندورس میکنم. اندورس کردن یعنی باور دارن که یه عده‌ای خانم سارا پیلین رو قبول دارن، یعنی سارا پیلین خودمونه. و اون وقتی بگه من به دونالد ترامپ رای میدم، اونها هم به اصطلاح به دونالد ترامپ رای میدن. و این خانم تا هفته پیش از دوتای اینهایی که جلو بودن، از تد کروز و دونالد ترامپ، همچین که دید دونالد ترامپ به اصطلاح جلوتر رفته دیگه تصمیم خودش گرفت و گفت که برگ برنده در دست دونالد ترامپ هست و آمد سراغ این. از دیروز، از امروز صبح تا حالا برای همدیگه می نویسن این دوستان که این دوتا رو اولا رفته یه چیزی مثل اینایی که رقص عربی میکنن، بسته به خودش نمیدونه تکون که میخوره اینگاه داره میرقصه، بعد بگیم اینا رو دام اند دامر یعنی احمق و احمقتر، یا بگیم کان اند کانر، کان آرتیست، اینایی هستن که آدمای چی میگن، آدمایی که سوء استفاده میکنن از قانون و اینها، و میگه اینها رو بگیم آدمایی که کان چجوری بهتون بگم کلک و اینها در رابطه با اونه، در صورت خدا به داد اون برسه و بترسید از روزی که اون بشه رئیس جمهور آمریکا و سارا پیلین هم یا بشه وزیر امور خارجه یا بشه معاون رئیس جمهور آمریکا. ضمن این که دیگه جورج بوش رو داشتیم، ماها پوسکلفت شدیم، از جورج بوش بدتری نداریم، ولی نتیجهش این بود که دنیا رو ریخته به هم و یک نفر با نادانیش با اشتباهش کاری انجام داد که الان هزاران نفر آدم دانا نمیتونن درستش کنن. و اما شنیده بودید که همیشه میگفتن آخوندا دست بده ندارن، دادن بلد نیستن، فقط میگیرن از مردم. حالا خامنه ای چند روز پیش گفته بود که کسانی که نظام را قبول ندارن بیان رأی بدن، حالا فهمیده که چه شکری خورده و گفته من گفتم کسانی که نظام را قبول ندارن رأی بدن، نه اینکه وارد مجلس شوند. باورتون میشه وقتی میگم دیکتاتورا مغزشون بسته میشه، یه نفر خودش رو ولی فقیه بدونه بعد بیاد یه همچیز بگه، میگه اینها بیان رأی بدن ما بفهمیم اینا مخالف نظامن، یعنی خیلی آسون بتونیم بعدن بگیریمشون هرچی بلایی میخوام سرشون بیاریم. امروز دیدم آقای ایرج مصداقی با آب و تاب توضیح میداد که به اینایی که گفتن نمیدونم این گروه نمیدونم چی اصلاح دیگه، انقدر چیزای مزخرف باسوده آدم نمیفهمه کدوم به کدوم. نامه‌ای که آقای اوسانلو و دیگران نوشتن و امضا کردن که این اصلاحات تصویبی نمیدونم چی رو ورداریم، اینو آقا ول کنید، شما بیان بگید انتخابات
آزاد را بندازید. گفتم حالا شما نگران نباش، انگار که آخوندها مرده و کشته ایشون بودن که اینا اسم بنویسن انتخابات نمیدونم فلان رو بردارن که این آقا حالا میخواد بدوی با سرعت برسه به اونا که آقا اینو ولش کن، حالا که شما قبولتون کردن بیاین انتخابات آزاد. آقای رضا پهلوی 20 سال اینجا میگه انتخابات آزاد، رفراندوم، هیچ کس هم محل بهش نمیذاره. شما هم هرچی میای میگی. آقای مصداقی عزیز من، شما یکی از اونایی هستی که حاصل عمرت جز اشتباه چیز دیگه ای نبوده. کسی که این همه اشتباه کرده تو زندگیش امروز که نمیتونه بیاد بشه مفسر. شما شدی مفسری که چیزایی رو که همه میدونن برامون میگی، ولی اینی که چه باید کرد نمیگی، اینی که بری یه سازمانی را بندازی اونایی که طرف دارتن بیاد دنبالت نداری، چون میدونی مردم شما رو قبول ندارن. فقط میای به عنوان برنامه تلویزیون و من نمیدونم از کجا لابد همین درآمد پناهندگی و این ورور لابد یک چیزی بهت میرسه که میتونی بیای تو تلویزیون های مختلف. در صورت دوست ایشون فوت شده و بهش تسلیت میگیم، چون دیدیم عکساشون روی وبسایت که توی بیمارستان با آقای عباس رحیمی بودن، اگه درست بگم اشتباه نکنم اسمشون رو. و اما کاگو جون این را از قول من بگو، بگذارید فوش آن هم برای من باشد. خانم دریاباری فکر کنم باشه، متشکرم خانم دریاباری، متشکرم که به دانشگاه UCDU کمک کرده اید. خیر و ثواب دانشجویان به همراهتان، هرچند همینقدر هم برگشتی مالیاتی دارید، ولی کاش که مثل آن کارگر لوله‌کش $100 به دارالفنون کمک می‌کردید که پایه‌گذار تمام تحصیل کرده‌هایی مثل شما بوده و حالا اینجا پوز می‌دهید. این خانم دریاباری همسر امید کردستانی اگه اشتباه نکنم، کسی که هم خیلی پول داره هم توی اون گوگل و اینها بود و یه پول خیلی زیادی رو به دانشگاه‌ها داده و این دوستمون برای من نوشت که آقا اگه میشه با این خانم تماس بگی ببینی یه پولی به تلویزیون مردم بده. گفتم آقا اینا جایی میدن که بابت دادنشون یه سودی ببرن، جایی پول میدن و کمک میکنن که اونجا بتونن یک اعتباری بگیرن، با این اعتباره یه جای دیگه دو سه برابر اون چیزی رو که دادن به دست بیارن. اینجا ما چشممون به اون کساییه که به همون مثل منوچهر، مثل همین کارگر لوله‌کش، اینها $10، $20، $100، $200 کمک کنن و هیچی هم نخوان. اتفاقا سر یه تلویزیونی بود همین خانم دریاداری، اون آقایی که تلویزیون راه انداخته بود فامیل بود با ایشون، رفته بود گفته بود من یه چنین تلویزیونی راه انداختم و اینها احتیاج دارم به شما. گفته بود شما برو این وایس و بیل وردار بیار. آخه کجای دنیا شما وقتی میخوای به شیر و خورشید کمک کنی، وقتی میخوای به پناهنده کمک کنی، به اون سازمان میگی شما برو بیلتو، بیل یعنی این صورتحساب ماهیانه، یا اینوایس، یا اینوایس هم باز همون چیزی که یه نفر آمده کار کرده یا میخواد برای شما یه کاری انجام بده، یه استیمیت میده یا بعد که انجام شد اینوایس میده تا من بهت کمک کنم. یعنی جا به جا به اون طرف که فامیلش بوده توهین کرده، گفته که من شما را آدم صالحی نمیدونم و یه جورایی مطمئنم که شما دروغ میگی، پس برو یک بیل و کلنگی بیار تا من بر اساس اون بیل و کلنگ به تو پول بدم. اینم از و اما بذارید ببینم، نیاک خیلی این روزها خوشحال و داره شدیدن کار میکنه، خیلی هم دیدم مردم ازش تشکر میکنن و اینجا هم نوشته که as we speak the Department of Homeland Security is moving to implement the new restriction. بعد میگه همه الانی که من و شما داریم صحبت میکنیم، Department of Homeland Security، Homeland Security این سازمانی بود که بعد از ماجرای سپتامبر 11/2001 درست شد و درست داره کاری رو انجام میده که این آقای بن لادن تو فکرش بود که این آمریکا رو، این آزادی‌ها و اینها رو از من و شما بگیره. الان وقتی میخوای بری فرودگاه بگی آقا من نمیخوام برم فرودگاه، با ماشین رانندگی میکنم. ما هم شدیم مثل همین پاکستانی‌ها، ما هم شدیم مثل همین افغانی‌ها، ما هم شدیم مثل همین ایرانی‌ها. این همه هواپیما اینجاست، بلیط هم خیلی ارزون، ولی بن لادن کاری کرده، دولت آمریکا هم اون جورج بوش با نادانیش چنان کمکش کرده که من و شما میگیم آقا از خیر پرواز گذشت،
نخواست، سوار ماشین میشیم با ماشین میریم. حالا میگه هوملند سکیوریتی، میگه بارد فرام ویزا فری ترافل. این همونیه که رپرزنتیتیو جرد هافمن از سیرکولیتینگ ا لیتر ناو امونگ هیز هاوس. بله، این نمایندهای مجلس هم بعضی هاشون برای که یه اسمی در کنن میان توی شرایطی، از اون شرایط گلالود میخوان ماهی بگیرن، یک قانونی رو میدن به دیگران تا یه معروفیتی کسب کنن، و اگر من و شما ساکت بشینیم، تماس نگیریم، اعتراض نکنیم، اونها معمولا به هدفشون میرسن، چون توی اون نامه، توی اون قانون مردم رو میترسونن. شما وقتی مردم رو بتونی خوب بترسونی، مردم بیچاره‌ای که خونه ساخته پول داده براش دریچه درست کنن، پول میده به شما بری آهن رو دریچهش جوش بدی، دریچه‌ای که درست کرده نور ببینه، لذت ببره، میله آهنی جوش میده جلوش که خودش هم اگه آتش سوزی شد نتونه ازش بیاد بیرون. کی این موفقیت به دست میاد؟ موقعی که شما بلد باشی خوب بترسونیش. از کی؟ از دزدی که اصلا ممکنه هیچ وقت خونه این نیاد. اینجا بگم fear یعنی ترس رو ایجاد کن، اون چیزی رو که میخوای غالب کن و بفروش. خب دوستان عزیز، ساعت 3:50 است. آقای مینویی هفته پیش چهارشنبه برنامه نداشتن و امیدوارم این هفته داشته باشن. ایشون بعض وقتا یادش میره که به من بگه، چون با دو سه تا رادیو و تلویزیون اینها کار میکنه، یادش میره اگه برنامه نیست به من بگه. ما میشینیم منتظر، بعد زنگ میزنم میگم آقای مینویی کجایی؟ میگه ای یادم رفت به شما بگم، من امروز برنامه ندارم، یا مسافرتم یا کار به اصطلاح اداری دارم و الی آخر. در صورت امیدوارم این هفته باشن، اگر باشن برنامه ایشون به این صورته که ما روی یوتیوب میذاریم، اینجا هر روز پخش میکنیم تا برنامه جدیدشون. یعنی شما میتونید با دسترسی به یوتیوب، به گوگل تایپ کنید یا بنویسید، ما همش میگیم بزنید پرویز مینویی، خیلی هم ساده ایشون اسم و فامیلش اسپل کرده که جایی هیچ گونه اشتباهی نباشه، پرویز که PARVIZ مینویی را هم MINOOEE پرویز مینویی. ویدیوهاشون اونجاست ببینید، ایمیل هم دارن باشون تماس بگیرید، وبسایت هم دارن، باز وبسایتش هم خیلی ساده، همین پرویز مینویی دات نت. اینم از این. خب میگه که بله، این دوستان خب عکس‌ها رو میارن و هی نشون میدن که خدا بیامرزه این، خدا بیامرزه اون، و نمیدونم چه باید کرد. و اما دوستمون نوشته جناب آقای سوربی سلام و خسته نباشید، یه سوال ساده از بینندگان مردم تیوی بپرسید، و اون این که چطور در شرایطی که ایالات متحده تحریم‌های جدید در ارتباط با آزمایشات موشکی ایران وضع می‌کنه، ولی در این حال مکدونالد و KFC و در آینده استارباکس و برگر کینگ آزاد هستند تا در ایران نمایندگی داشته باشند. اینو یه سوال مسابقه‌ای در نظر بگیر، ببینیم فهم و شعور مردم ایران در چه حدی هستش. اولا اگه میخوای مسابقه بذاری باید جایزه بذاری، این یک. دوما دوست عزیز، اونی که توی ایران گفتن مکدونالد، هم مکدونالد اعلام کرد، هم توی ایران هم گفتن اصلا هنوز همچین خبری نیست، خیلی هم اعتراض کردن که بله اینا میخوان بیارن این خوراکای غیر سالم به ما بدن و اینها، و یه چند نفر آدم زبل آمده مثلا مکدونالد رو رفته اونجا یه تابلوی درست کرده نوشته مشدونالد، KFC رو برداشته با فارسی نوشته KFC، اصلا هیچ ربطی با این شرکت ها نداره. و یادتون باشه بزرگترینش این شرکت های هواپیمایی، اینا گفت ما آردی هواپیمای مسافربری هم میفروشیم، و این قانونا رو من چون نمیدونم دربارش هم نمیخوام نظر بدم. اگه شما میدونید، تا حالا چند بار قول دادی که میای و مقاله می‌نویسی و اینها بعدن نمیای، اگه شما میدونی بیا بگو، نظرات مردم رو هم بپرس. گفتم بهتون یکی از دوستان که خودش قبلا برنامه داشت به من گفت شما توی برنامه‌ها خبرها رو هم بگو، ما
من اول خوشحال شدم، فکر کردم خودش میخواد بیاد قسمت خبری باز کنه. گفتم بسیار فکر خوبیه. بعد گفت اینجوری از این لیستا. گفتم نه قربون، تو داری به من میگی اینجا کارو انجام بدم. گفتم نه قربونت بشم، بستم، من همین قدر که دارم انجام نمیدم. بعدم تازه اگه شما میگفتی من حاضرم روزی 20 دلار 50 دلار 100 دلار بدم شما این کارو بکن، آخه قربونتون برم همتون نشستید ارد میدین، این ارد از کلمه اوردر میاد، بس مردیم از بس به این اون دستور دادیم بلند شیم یه کاری رو خودمون انجام بدیم. اولین کاری که من انجام میدم همینجا از شما خداحافظی میکنم و میریم یکم آهنگ ها و شعرهای خوب خیام رو با صدای آقای شاملو و با موزیک و آهنگی از آقای شجریان میشنویم. این رو بارها شنیدید ولی من فکر میکنم هر روزم ما اینو پخش کنیم بد نباشه. از طرفی یه فیلمی هست ناگفته های محمد جواد ظریف از مذاکرات اتمی و اینم 1 ساعت و 45 دقیقه است. این رو هم توی پلیلیست از امروز تا جمعه براتون پخش میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، خیلی آسون خیلی راحت. بارها گفتم اگر سوربی میتونه این کارو انجام بده، شما چی که کم دارید از سوربی؟ مطمئنم سلول های مغزتون از من زیادتره و احتمالاً دانشتونم از من بالاتر و بیشتره. از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. برنامه سوربی با مردم من می نویسم. اگر شما هم مثل من علاف و بیکار هستید این ویدیو رو نگاه کنید و نظر بدید، چون من باور دارم با نگاه کردن تلویزیون شما نه دانشمند میشی نه پروفسور میشی، ضمن اینکه میتونی یه تلویزیونی که باز کرده برای دانشگاه برای نمیدونم یه چیزی یه رشته ای اگه اونو بخونی و عمل کنی و اینها دانشمند بشی. ولی تلویزیونی که آمده گفته من برای این هستم که وقت شما رو تلف کنم، من برای این هستم که ببینم شما کجا هستی، اون رو به سازمان های وزارت امور خارجه و اینها اطلاع بدم، بگم یک آقای بیکاری آمده تو آمریکا زبل بوده اینجا رفته دکتر فامیلش بوده براش کاغذ نوشته گفته این از کار افتاده است، حالا میره این ور کار میکنه پول در میاره نقد، از اون ورم خوشحاله که ما 600-700 دلار داره دیسابیلیتی میگیره، بعدنم بیاد چیکار کنه؟ بیاد بشینه تلویزیون نگاه کنه، ما اینو گزارش بدیم چه شود؟ اینجوری نیست. تلویزیون نگاه کردن آخرین کاری که شما انجام میدی. اگه قرار بچه تو ببری دکتر، من فکر نمیکنم بچه تو گذاشته باشی تو ماشین بیای بشین تلویزیون نگاه کنی تا برنامه من تموم بشه. اگه قرار باشه خودت بری دکتر دندون، فکر نمیکنم نشسته باشی با دندون در برنامه منو نگاه کنی. پس تلویزیون موقعی نگاه میکنیم که هیچ کار دیگه ای نداریم. دروغ به خودتون نگید. تلویزیون جنبش منبش اینها دیدید تا حالا هیچ کدومش به جایی نرسیده، مگر اونی که آمده تو تلویزیون گفته من فردا تلویزیون نیستم، فردا فلانجا هستم، بیاین اونجا. شما هم رفته باشید از خودتون سوال کنید تا حالا چند جا رفتید وقتی یه تلویزیونی گفته فردا اونجا هستی؟ سوال خوب، جایزشم بعدم بهتون میدم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.